بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا بما انفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية من عند الله مباركة طيبة برادران وخواهران عزيزا در هر جای دنیا که هستید خدا کند که لباس عافیت بتن داشته باشید اینک وقت برنامه آموزش قرائت قرآن کریم ورتل القرآن ترتیلا فرا رسید است من نوری تا یک ساعت دیگر انشاءالله تعالی در خدمت شما خوبان هستم البته در درس گذشته که درس اول بود پیرامون تلقی و مشافهه صحبت کردیم انشاءالله تعالی امروز پیرامون فضیلت آموختن و آموختندن قرآن کریم و همچنان فضیلت تلاوت قرآن کریم و آداب تلاوت قرآن کریم صحبت خواهیم داشت چنانچه که بر شما خوبان معلوم هست البته کسایی که در برنامه گذشته با ما بودن خواستم که روال برنامه را یک بار دیگر به شما عزیزان به معرفی بگرم البته برنامه ورتل القرآن ترتیلا به خاطر رشد و ترقی و پیشرفتی مستوای برادران و خواهران عزیز ما در تلاوت قرآن کریم هست البته که در درس گذشته پیرامون تلقی و مشافهه صحبت کردیم و روال برنامه ما چنین هست که البته در اول دقایق ان شاء الله تعالی تجوید علمی را شرح میکنیم متعاقبا آیاتی که البته موضوع درس ما می باشه که درس امروز ما سوره مبارکه الناس هست از طرف اخیر شروع کردیم به خاطری که این سوره ها در نماز خوانده می شود و هدف از این شروع ما از طرف اخیر همین است که جزء اخیر از سوره الناس آغازگر می شویم بعد از این ان شاء الله تعالی به مشوره دوستان که آیا از مترف از طرف اخیر ادامه بتیم یا که از سوره بقره آغازگر شویم برای فعلا ان شاء الله تعالی سوره الناس درس امروز خود را آغازگر میشیم و بعدش ان شاء الله تعالی برنامه شما عزیزان هست و بخش شما عزیزان که بخش تماس است که شما هم تماس میگیری در برنامه و قرائتتان را میشنویم و بیننده های عزیز هم میشنون و تعلیق می داشته باشیم ان شاء الله تعالی اموراتی که متعلق به درس امروز است در خلال برنامه ان شاء الله تعالی در او صحبت خواهیم کرد شما را در انتظار نمیگذارم میریم به موضوع درسی امروز خود که البته فضیلت آموختن و آموختندن قرآن کریم هست که الله سبحانه و تعالی جبرائیل امین را البته امر کرد تا رسول الله صلی الله علیه و سلم یا به رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن کریم را بیاموزاند و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم حریص بود به خاطر آموختن قرآن کریم چنانچه که الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه النمل می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم و انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم بدرسی که تو قرآن را تلقی میکنی تلقی یعنی اخذ گرفته مباشر
از جانب پروردگاری که با حکمت هست و دانا هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که جبرائیل امین با وحی می آمد و شروع در تلاوت میکرد، حرصی که رسول الله صلی الله علیه و سلم داشت کوشش میکرد که او را تکرار بکنه. آیت نازل شد که ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضا الیک وحیه وقل رب زیدنی علما، یعنی عجلا نکو در قرآن کریم قبل از اینکه وحی تمام شوه. و همچنان چنانچه که در قرائت یعقوب حضرمی هست ولا تعجل بالقرآن من قبل ان نقضی الیک وحی، قبل از اینکه وحی تمام شوه تو عجله نکو. و قل ربی زیدنی علما، و بگو که پروردگار علم مرا زیاد کو. الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه قیامه هم در آیه 16 می فرماید لا تحرک به لسانک لتعجل به، یعنی زبان تا حرکت نتی که تو عجله بکنی. این علینا جمعه و قرآنه، بالای ماست که جمع بکنیم قرآن را. قرآن ای قراءته، فاذا قرأناه قرآن اول البته این علینا جمعه و قرآنه، یعنی قرآن را در قلب تو جمع میکنیم. فاذا قرأناه، وقتی که ما ایره قرات میگم با استای جبرائیل، فاتبع قرآنه ای فاتبع قراءته، یعنی قرات جبرائیل امین را متابعت بکو. ثم ان علينا علينا بيانا، بعد از ما بالای ماست که ایره بر تو بیان بکنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم چنانچه که از جبرائیل امین تلقی کرد قرآن کریم را، به می منهج او را به صحابه تعلیم داد و صحابه به تابعین، چنانچه که در درس گذشته هم پیرامون این موضوع صحبت کردیم. الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه فاطر می فرماید إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، كسي كي قرآن را تلاوات ميكنن ونماز را برقا ميدرن و صدقات ميداشتا باشن، البته انها تجارتی را پیشه گرفتن كي هرگز در اي تجارت هلاكت و تبایی نیست، يعني تجارتی است كي اي تجارت امرأي الله سبحانه وتعالى هست كي ما باید اي را همیش در ذهن خود داشته باشیم که مصدر سعادت در دنیا و آخرت قرآن کریم هست. باید کوشش بکنیم که قرآن کریم را یاد بگیریم، چنانچه که صحابه وقتی قرآن کریم را یاد میگرفتن، اونها آیاتی را که البته حفظ میکردن تا که او را معانیش را یاد نمیگرفتن و اولا در زندگیشان پیاده نمیکردن، با آیات دیگری انتقال نمیکردن. به می خاطر قرآن کریم به تدرج آهسته آهسته تلقی می شود. البته مراحل داره که مراحلش 4 مرحله داره. در اول باید متن قرآن کریم یاد شود صحیح، که نطق حروف البته قواعد تجوید را مراعات بکنیم. در مرحله دوم معانی قرآن کریم را درک میکنیم و مرحله سوم کوشش میکنیم چیزی را که آموختیم او را منهج زندگی خود میسازیم و مرحله چهارم ای را تبلیغ میکنیم بری دیگرا. از عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه هما روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم یقال لصاحب القرآن، بر صاحب قرآن گفته می شود در روز آخرت اقرا وارتقی، بخوان و بالا برو. و رتل، ترتیل بکن قرآن کریم. البته رتل در عربی کلمه رتل، مثال میگن که رتل عسکری، چنانچه که در آیاتم در مقدمه خدمت شما عرض کردم که معنی ورد تیلی القرآن، یعنی هز معنی اصلی رتل، یعنی پشت در پشت. مثال میگن رتل عسکری، یعنی موترهایی که پشت در پشت روان می باشن. اذن در نتیجه معنی رتل یعنی چیزی که پشت در پشت باشن. مراد اینجا که ما هر حرف را امرایش جدا جدا تعامل میکنیم و پشت در پشت ای را با هم جمع میکنیم که البته از این کلمات تشکیل میشه و از این آیات و از این سوره ها انشاءالله تعالی. ورد تیل یعنی تلاوت بکو کما کنت ترتل فی الدنیا، چنانچه که در دنیا تلاوت میکردی. فا این منزلک عند آخر آیت تقرأها، که جای تو آخری آیت را که تو میخوانی اونجاست، یعنی مراتب ازی و درجاتش بلند میره. و همچنان حدیثی که از عثمان رضی الله تعالی عنه عن نبی صلی الله علیه وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن و علمه، بهترین شما کسی است که قرآن را یاد بگیره و بر دیگرا یاد بدهه. البته خیریتی امت در آموزش قرائت قرآن کریم هست. خب البته
فضل تلاوات قرآن الكريم، يعني فضيلة تلاوات قرآن الكريم. تلاوات قرآن الكريم و تدبرش البته از با اهمیت ترین و بزرگترین قرباتی است که انسان با واسطه ازی به الله سبحانه و تعالی خود را نزدیک میکنه. البته به قول جمهور علما، به اتفاق جمهور علما، که افضل ذکر تلاوت قرآن کریم، بهترین ذکر تلاوت قرآن کریم هست. و الله سبحانه و تعالی ما را امر کرده است که فقال فقرأوا ما تيسر من القرآن، یعنی بخوانی آنچه که برای شما آسان است از قرآن کریم. و همچنان در سوره مبارکه صاد آیت 29 فرماید کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. کتاب را که ما بر تو نازل کردیم مبارک هست. البته کسی که کتاب را تلاوت میکنه خودش هم مبارک هست، و در جایی که تلاوت میشه هم مبارک هست، مجلسی که در او قرآن تلاوت میشه مبارک هست، البته در فضایی که در اوجه قرآن تلاوت میشه و فضایش مبارک هست. لیدبر آیاتی فعل امر، تا که شما تدبر، یعنی لیدبر آیاتی، تا که عباد بنده ها داری تدبر بکنه. ولی تذکر اولو الالباب، و پن پذیر شو صاحبای عقل. و همچنان قرائت امام ابو جعفر مدنی به خطاب هست که لتدبر آیاتی، شاید تا شما تدبر بکنه در آیات قرآن کریم. ولی تذکر اولو الالباب. خب، تلاوت قرآن کریم اجرهای بسیار زیادی داره، چنانچه که حدیث را خدمت شما عرض کردم که در روز آخرت مراتب کسی که در دنیا البته تلاوت میکنه بسیار بلند میره. نعیم مستعجل در دنیا بر اهل قرآن، البته علما میگن که نعیم مستعجل دو چیز از دنیا، کسی که عمر خود را با قرآن سپری میکنه، اکرمه روایت میکنه که البته به حالت خریف نمیرسه. حالت خریف حالتی است که انسان از دست و پا میفته. البته کسایی که با قرآن ارتباط مستقیم در روزانه تلاوتش میکنه و برکت قرآن به او حالت نمیرسه. و همچنان مستور بسار با ستر و با عزت زندگی میکنه در دنیا. این نعیم مستعجل بر اهل قرآن است در اینجا. و چیزی را که الله سبحانه و تعالی در دنیا برش وعده کرده است، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. در حدیث دیگر میگه که فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو شاق عليه له أجران. ماهر بقرآن أمري سفرة الكرام البررة ما باشا چه معنى؟ مراد بمهارات در قرآن الكريم جودة حفظ شاسك خوب حفظ شوا قرآن الكريم، خوب تلاوات شوا، و جودت تلاوت، یعنی خوب زیبا تلاوت شوه. البته هر حرف از مخرجش، امرای صفاتش، قواعد تجوید باید مراعات شوه بدون تردد، یعنی برش سلیقه و سجیه بگرده در وقت تلاوت قرآن کریم که روان تلاوت بکنه. البته در حالی که الله سبحانه و تعالی ایره آسان میگردانه و ای وعدش است که فإنما یسرناه بلسانک، که ای قرآن را ما آسان گشتاندیم به زبانت. دیگه جمعی که ولقد یسرنا القرآن للذکر، قرآن را به خاطر خواندن ما آسان گشتانیم. فه ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، کسی است که پن پذیر شوه؟ یعنی مراد مع سفرت کرام البرره، یعنی الله سبحانه و تعالی قرآن را به زبانش چنان آسان میگردانی کوشش بکنه اجتهاد، چنان چی که آسان گشتانده ای قرآن را در زبان ملائک. یعنی فکان مثلها فی الحفظ او مثلها فی الحفظ، یعنی در حفظ به مثل ملائکه می باشه که کوشش بکنه و همطور آسان که اونها تلاوت میکنه، ای هم در درجات و در حفظ مشابه اونها می باشه. و کسی که قرآن را می خوانه و یتتعتع فیه، یعنی در او زبانش بند میشه و به سختی به کلالت البته قرآن را تلاوت میکنه، و هو شاق علیه، بالایش ثقیل تمام میشه، برش دو اجر است، یک اجر تلاوت قرآن کریم و یکی هم اجر مشقتش که البته به سختی تلاوت میکنه. سریعا ان شاء الله تعالی، چنانچه که در مقدمه البته خدمت شما عرض کردم، امروز ما در مقدمه درس دوم قرار داریم. تا حال به تعریف تجوید لغتا و اصطلاحا نرسیدیم، کوشش کردیم که مقدمات متعلق به علم هست که را با شما عزیزان شریک بسازیم. سریعا آداب تلاوت قرآن کریم.
اولا آدابی که واجب هست بالای قاری قبل از تلاوت، یعنی الزامن یا لازم از بالایش که او را مراعات بکنه، اولا اخلاص، باید مخلص باشه در تلاوتش، چنانچه که الله سبحانه و تعالی در آیت پنجم سوره بینه می فرماید: و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلاة و ذلك الدین القیم. طبعا باید مخلص باشیم، چنانچه که در حدیث از عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه روایت است، قال میگه: سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، که ما شنیدم از رسول الله صلی الله علیه و سلم که میگفت که انما الاعمال بالنیات، یعنی ثواب اعمال به نیت هست، که ما کوشش بکنیم مخلص باشیم، نیت ما صرف رضای پروردگار باشه. دو، باید تحسین هیئت، یعنی خود را آماده بسازیم، پاک باشیم، ام الظاهر و ام هز باطن، باید از ظاهر یعنی منظر خود را زیبا بسازیم، لباس زیبا، عطر باید استفاده شوه، و همچنان لباس البته طهارت داخلی ما که متعلق به وضوع است، که ما کوشش بکنیم انشاءالله تعالی که خود را ظاهرا و باطنا آراسته بسازیم و نیت ما پاک باشه به خاطر قرائت قرآن کریم، چنانچه که در حدیث ما که إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فتسمع لقراءتي فيدنو منه، میگو بنده وقتی که مسواک استفاده میکنه بعد از او میخزه نماز میخونه، ملکم از پشت سرش استاد میشه گوش میکنه به قراءتش، فیدنو منه، نزدیک میشوه. اینجا بسیار کلمه یعنی موضوعی بسیار مهم که باید به اشاره کرد، میگه حتی یضع فاه علی فیه، تا که دهن خود را ملک در دهن کسی که تلاوت میکنه ذکر میکنه میگذاره. فما یخرج من فیه شیء من القرآن، هرچی که از قرآن از دهن ای بنده خارج میشوه، الا صار فی جوف الملک، مگر که ای داخل دهن ملک میشه. فطهروا افواهکم للقرآن، یعنی دهن های خود را البته پاک و تمیز بکنی به خاطر تلاوت قرآن کریم، که از آنچه که بنده انسان البته ضرر میبینه ملائکه هم ضرر میبینه. سی، استعاذه و بسمله در اول تلاوت، باید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و همچنان بسم الله الرحمن الرحیم اگر در اول سوره قرار داشتیم، اگر در وسط سوره بود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم البته الزامی هست، و در بسم الله الرحمن الرحیم مخیر هستیم، الا سوره توبه که البته در اولش بسم الله الرحمن الرحیم نمیگم، اما در وسطش باز هم مخیر از قاری میتونه که بیاره بسم الله الرحمن الرحیم را. دوم، باید خشوع تدبر باشه، یعنی ما وقتی که تلاوت میکنیم خشوع تدبر داشته باشیم در تلاوت قرآن کریم. وقتی که آیت عذاب می باید طلب عوذ از الله سبحانه و تعالی داشته باشیم، یعنی پناه ببریم از الله سبحانه و تعالی، جایی که بشارت ما باید از الله سبحانه و تعالی طلب بکنیم جنت را و نعیمش را. خب، چیزی که باید از او اجتناب شوه و که ای در تضاد با عظمت قرآن کریم قرار میگره، البته خنده کردن و پای خود را دراز کردن بدون ضرورت باید از این اجتناب شوه، و همچنان کوشش بکنیم که تحسین صوت، یعنی صوت ما زیبا باشه به تلاوت قرآن کریم، و در آیاتی که البته دعا می باید دعا بکنیم، استاد شویم دعا بکنیم. این اکسلی سلسله موضوعات مهمی که متعلق البته به آداب تلاوت قرآن کریم بود باید مراعات شوه انشاءالله تعالی، که در دروس آینده که درس اول ما البته در بخش شرح می آید، که این مقدمات بود که در درس گذشته و امروز خدمت شما عزیزایی را عرض کردم، کوشش بکنیم که خود را با اخلاق قرآن مسلح بسازیم، تا باشه که چنانچه که امام شاطبی رحمه الله میگه که: و اخلق به اذ لیس یخلق جدتا جدیدا موالیه علی الجد مقبلا، یعنی خود را با اخلاق قرآن کریم مسلح بساز، به خاطری که نوی قرآن هرگز کنه نمی شود، جدید است، تو به قرآن رو بیار همیش، علی الجد یعنی مقبل، حال کونی که مقبلا علی کتاب الله سبحانه و تعالی بالجد، یعنی تو کوشش بکو همیش، تا که سعادت دنیاوی و اخروی نصیبتان گردد.